جهان هزاره یا هزاره ویب تیوی با مدت 4 ماه میشه که البته چینل بخش چینل یوتیوب شه برای فقرا و کسایی که نیازمند است از هر چیزی که لازم داشته باشه برایشون ما کمک کردیم و کمکون بیش از با 480 خانه را کمک کردیم و این کمک ها از طرف هموطنان عزیز ما که خارج از کشور هستند اونا مقداری را که ضرورت میبینه کمک روان میکنه. ما از طریق بنیاد خیریه آرزو، من خودم نمایندهش در بامیان هستم و از طریق بنیاد خیریه آرزو و تلویزیون جهان هزاره این کمک ها را ما برای از این نیازمندان میرسیم. کمکایی که شده برادرای ما خیلیش کمک کرده و یکی از برادرای در بامیان میشنن اینا دلسوزی کردن برای از هموطنان ما با خاطر جلوگیری از کرونا مقدار مواد اولیه را کمک شدن از صابو و مای دستشویی. خوشبختانه در بامیان ما 13 سمپل را روان کرده بودیم و لابراتوارهای مرکزی کابل منفی بوده، 7 سمپل دیگر دیروز روی کردیم، اونا نتایج اکثرا یک روز دو روز را در بر میگیرن و اقداماتی که تا هنوز در بامیان شده آگاهی دهی در تمام مراکز صحی ما بر تمام پرسنل صحی ما پیام های وزارت صحت عامه رسانده شده و از طریق کارمندای بخش های صحی ما برای مردم هم جریان داره و هم تعلیمات داده روان هستند و در مجموع تا به هنوز در سطح کشور شما رسانه ها شنیدین که 337 واقع مثبت داریم که در مجموع 22 کشور 22 ولایت مصاب شده، اما خوشبختانه که بامیان تا به هنوز واقعات مثبت ما نداریم، اما ما نگران هستیم به خاطر از اینکه بعضی مردم یک سری نگرانی ها داره یا یک مقدار به حساب مشکلی که داره میگه که ولی اگر ما همه بگیم که ما عروض علایم داریم شاید ما در بدیدی بد مردم برای ما ببینن، از این خاطر یک مقدار ما نگران از این هستیم که مردم یک کم دیگه هم حساس باشه و کسایی که اگر مصاب به این میشه یا از ایران آمده باشه یا از هرات آمده باشه کوشش کنه در هر مرکزی برای دکترای ما هست و از خود ما هست، از صحت عامه هست، رئیس و اعضای صحت عامه در دسترس همه هست، اگر عروض علائم پیدا بکنه ما من حیث مشوره دهنده هستیم و ما میتونیم که برای اونا کمک بکنیم. هدف از جلسه امروزی این بود که ما چطور بتونیم کمپاین آگاهی دهی مبارزه با مرض شیوی کرونا را در سطح ولسوالی‌ها با کسایی که شریک های سواد آموزی هست چقدر گسترش بدیم و چقدر آغاز کنیم. امروز همچنان که شما دیدین از 7 ولسوالی مدیر سایبای سواد آموزی ما در اینجا تشریف داره، در سطح مرکز هم مدیرای مرکز آموزشی ما تشریف داره، معلمین ما هم حضور به هم رسانده که ما آماده هزی شدیم که به خیر سر از امروز یا فردا کمپاین آگاهی دهی را در سطح قراجات در 7 ولسوالی آغاز کنیم از طریق برنامه سواد آموزی. بنده به مقدار 1000 ماسک به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا برای مردم بامیان، برای بی‌بضاعتا، کسایی که توان خریدن ماسک نداره کمک نمودیم که از طریق آمر سودآموزی ولایت بامیان در ولسوالی و در مرکز بامیان برای مردم بی‌بضاعت توزیع گردید.